Ололай. Манадыш не? Кубе? Чонды жора? Ном чия? Навид. Навид? Хо, а с чего это болинч корни? С ягну пеш. Не, манзур мяз ним глаза. Гасыбом не? О, гасыбом. Ту яксад пим дим, хо? Аз ботым тэй корту кулым, айсад алолчна, хо? Бошылай. Хочешь, мам, жат пайсан адрум, хо? Ины сад пиш турм дим, муд аль я туре е, хо? Хону роэз му туре муж бэлэк келчим, хо? Хуб, че, кочан курм, мактаб на мари? Чика? Нами чилан? Тур дега бидим? Дегеш бисти я упса сая? Хайра? Хо мур мили? Хо, зу. Чара мактаб на мари алай? Отец где? Где это? Мы с кормуна. Я с кормуна. О, после. Куда вы взяли? У всей корм, хо? А вы сами у меня вообще с корм? Не, мне он, я говорю, как у кого-то мутур надо, хо? Мур пистар прям мутур. Да, ниги? Реон, сорбилки, вот, ла, раз. سلام خدمت تمام شما عزیزان بیننده رسانه وادی نور. امیدوارم در هر جای از این سرزمین افغانستان یا در بیرون از افغانستان هستید خنده بر لبهایتان جاری باشد و از گزند روزگار در امان باشید. و ما امروز میخواهیم یک برنامه متفاوت را تقدیم شما کنیم که در منطقه الیاتوم ده که در اینجا بسیار غارهای از قدیم وجود داره که احتمالاً تاریخش و قبل از اسلام برمیگرده در اینجا وجود داره و ما در کنار دو تن از عزیزان ما که از امنی قریه الیاتوس ده استاد پیمان و آقای افضلی کسی در کنار از ما و میخواهیم معلومات بیشتر را از آقای افضلی پرسان کنیم. آقای افضلی غارها کسی چه خیز موجود هم ده یا ای از زمان کدام شوهاب داده معلومات بلدیز ما میشه ارائه کنیم؟ عرض سلام خدمت شما، تشریف آوری شما را خوش آمدید میگم، خیلی ممنون از میکنم. همچنین سلام دارم به تمام بینندگان شبکه وادی نور و تمام هموطنان ما که در سر تا سر دنیا زندگی میکنن این ویدیو رو میبینن. سلام و اراد خود تقدیم میکنم. ضمناً خدمت شما عرض کنم که این مغاره ها یا خاره های دستکندگی به احتمال زیاد که چنانچه خودم گفته قبل از اسلام بوده در دوران پادشاهی یا شاهزاده فرود که فرزند سیاوش نواسه دختری پیران ویسه که وزیر مشاور افراسیاب شاه توران بوده که نام مادرش هم جریره است، این برمیگرده در او عصر از پدری هم بچه سیاوش است، سیاوش هم بچه کیکاوس پادشاه ایران بوده. این از او دورانه، چنانچه که ما از بزرگا ریش سفیده شنیده ممیتر نقل به نقل به صلاح سینه به سینه و در این حال تاریخ های به صلاح آمدتون نسبتاً موثق نه، آنچان فرامرزنامه یا شاهنامه را که به اصطلاح خودم شخصا مطالعه کردم این در او عصر زمان بوده که به اصطلاح خودی منطقه ولیتو بسیار سرسبز و فراوان داشته، بسیار چمندی بوده. خود شاه یا شاهزاده فرود در کوی به نام کوی وحود یا در او یا سبدکو در نام شاهنامه سبدکو است که در مشرف بر منطقه شارزایده اونجا موقع داشته، قلعهش اونجا بوده که بعد از اینکه نو کشته میشه تخریب میشه و این مغاره های در این قسمت ها قرار داره، احتمالا در خیلی جای در منطقه ولیاتو است، تینه سر است، کتغار باریک است، در منطقه پیشغار نقله است، شارزایده است، ایسار است، منطقه
به یک سرسادیگ هسته، اینا در این منطقه زندگی میکرده. یعنی چنانی آل خود شما که مشاهده کردین، این قسمت بالایی ها دو طبقه هسته نسبتا ظریف‌تر کار شده، یا فرض بسید یک نوع دیزاین هایی داده که این جمعون نیروهای نظامش اینجا زندگی میکرده در مثلا، یا سوار نظامشی به اصطلاح. طبقه پایین هم که غاره ها رو شما مشاهده کنید، غاره های به طول 20 متر 18 متر، اینا بیشتر طبیل حیوانات بوده. حالا فرض حیوانات که داشتن بیشتر اسب و شتر یا فیل به احتمال زیاد، یا مثلا حیوان های دیگه ای که مثل از گوشتش استفاده کردن، گوشت هم چیز داشته بوده. این برمیگرده دقیقاً در اون تاریخ. خب دوباره از درگیری زیاد که فیروت همراهی از سرلشکر برادر که درگیر میشه میشه خیلی کوتاه یک جزئیات بده. این عرض کنم خدمت که موقعی که کیخسرو برادر دویم از که از مادر به نام فرنگیس که دختر افراسیاب بوده، که به حساب بعد از کشتشتان سیاوش یا سیاوخش اینا متواری میشه در کویر مبرد در ایران، یا نمه مبرد در اونجه، این کیکاووس تخت رو واگذار نده. ای بعد از خلاصه بعد از مدتی به حساب هیچ چیزی پیدا نه که باید در این چی که پدر من کشته، به حساب یک لشکر را جمع آورین با سرلکردگی توس نوزر که تو برد توران انتقام خون پدرم بگیره. در سر دورایی که میرسه به صد مرز ایران که برز توصیه نه که به سلام مرو تو زرای کلات و چرم مزن تو به دور سپتگاه قدم، الان که اونجا فرود و مادر هست جزئیات دیگه. بازی سردورایی که میرسد نفری که هر راهنمایی بوده گمراه مونه ایره از سمت شمال نرو به ساعت کوه صعب العبور، از این مسیری به ساعت فرابیه که به ساعت بیابان آبله فراوان، اینجا که مایه تصادفی در منطقه مهاجرین دیدبان زیاده میره که منگرنه، بس میگه که لشکر از طرف ایران آمده. زمان کشورها محدود بوده، یک توران بوده ایران، برزی گزارش میده که لشکر از ایران آمد. میگه بر مادر خم میگه که بسیار از توران لشکر از ایران لشکر آمده. میگه چی بهتر که آمده تو بسیار نار بر مهمان کو، بسیار بعد سرکردگی به تو بر توران خون پدر خم بگیره. یکی میگه تو سینوزر انگیزه دیگه داشته، ترس ازی داشته که اگر این ملحق شونه به برادر خو سپاسالاری از آن ازم شه، من مشم بی‌نصیب یک آدمی بیکارم. در نتیجه درگیر مشه دو سه نفر رینه که تو تسلیم شون، این سر تسلیم قبول ننه باید مهمان شد. نتیجه جنگ پیش رو پیش میاد، دو سه نفر از اونها کشته میشن. بعد خود توس نوزر حرکت نکه بسا اسبش رو مکشه و یک بسا تنش بین ازنا زیاد میشه تا اون شو بسا یا مجبور میشه لشکر زی یه شکست مخره در خانه میه. فردا صبح که برای در کمین میزنه یه رو مکشه و بسا تازی اسپار کلن شکمش بارک در کنیزار سر قصر میده جریره. این کار رو تازی اسپار منزده و کنیزار میگه سر بوجه بزنه که ما باده کسی زنده اسیر زیاش نه. قلعه را سرزا تخریب نه، برای یک مدت کوتاهی بوده هر چی که اینجا از مربوط فرود و لشکریان بوده نابود مونه و بعد مزید از این حرکت نه که او نامش در شاهنامه به نام کلات. بعد از اینکه بسیار قلعه را تخریب کرد کشتن فرود، از کلات به طرف کاسرات که احتمالا ناور باید باشد که بشه به حرکت مونه. خب تشکر. خواهش میکنم. اینا را در نام شوره یاد مونه، یعنی سپیدایی که این مدت این شوره را توسط کنم کارت تیز مثل چاکو چون بایسلا چون چی مگه نرکید توسط از اون اینجا در این قسمت از یه پارچه آوان نه بعد اینا توسط از اون اینجا می تراشن زمانی که نار ترسید بعد از اون خواهش جمع مونه مبرن مردم جوش می دین زمانی که جوش دادی به شبیه یک کریستال تبدیل می شن شبه مکرانی، چوب مکرانی که از او بخش ساختن بارود استفاده نه که از او بارود به خاطر سرونگ سنگ پرانی یا مثلا انفجار کسان و چیز کسان های کسان منگ میدن از او بارودی که اینا خودش میسازن بخش از او چی میشه استفاده میشه اینا رو به نام شوره یاد میدن.